اوت up guys به من خوش اومد این دوستای خوب هم میدارم هر هستین حالتون خوب باشه همطور که میدونین سیف بل یه اعلامیه داده که احراز و حوبیت توش اجباری شده و از این به بعد اگر میخواید از دفع بایننس استفاده کنین حتما باید احراز هویت حوییت کنید داخل بایننس پس نمیتونید دیگه از سیف بل برای نقل و انتقال پولتون و نقد کردن پولتون توی اکس اینفینیتی یا هر بازی دیگه استفاده کنید. بهتون یه روش جایگزین میخوام بگم تو این ویدیو قبلش شاید من سابسکرایب کنید لایک کامنت هم یادتون نره روشم که میخوام بهتون بگم سیف سیف اصلا نگران نباشید روش قدیمی رو نرید سراغش صراف ایرانی رو نرید سراغششون چون سیف نیست اصلا نمیتونید اعتماد کنید بهشون یه درصد احتمال بدید بگم پولتون بلاک شده چیکار میخوام بکنم هیچ کاری نمیتونید بکنید ولی این روش که بهتون میگم جواب میده راه برای رسیدن به خدا زیاده بریم سراغ این ویدیو بچا بریم ببینیم سیف فدا چیکارش بکنیم اینا هی قانون میذارن برام این سیزت اصلا با ما راه نمیاد ما باید کم کم اصلا جدا شیم میگه های شما با ما این اون اعلامیه که گذاشتن تو بلاگ خود سیفبل هستش اگه خواستین من بر رو پیدا کنید من لینکش براتون زیر ویدیو میذارم گفتن که شما تا دوازده می وقت داری هر کاری دوست داری بکنی نقل و انتقال و تبدیل و خروج پول میخوای انجام بدی تا دوازده می یعنی سه روز دیگه وقت داری این کارا رو انجام بدی بعد دوازده می حساب شما به حالت ویدرا آنلی در میاد یعنی فقط میتونی پولت رو برداشت کنی کامل بلوکه نمیشه حسابتون ولی فقط میتونیم پولتون رو برداشت کنید و کار دیگه ای نمیتونید توش انجام بدین یعنی نمیتونین تبدیل کنید ارزا رو به هم یا ترید کنین فیوچر بزنین فقط میتونین برداشت کنید پس اگه تا دوازن می هم پولتون رو نکشیدید بیرون بعدش هم میتونید بکشین بیرون ولی قبلش سعی کنید خارج کنید سرمایهتون چون صرافی سر که دیگه آقا نمیخواد کار کنه با ما میخواد اذیت کنه یوزرش و همون بهتر که پول سایت ازش خارج کنه حالا جایگزین سیف پل برای ترید یا حتی برای نقد کردن اس چی میتونه باشه ما که عکس اینفینیتی پلی میدیم مخصوصا و شبکه روینو هر جایی نداره بچه اول از همه راهکاری که میخوام بهتون بگم اینه که ما شبکه رون داریم و شبکه رون رو روی خیلی از صرافی ها لیست شده راهکاری که به ذهن ما میرسه اینه که بیایم SLP رو تحت کاتانا بکنیم رون رون رو ببریم توی یکی از صرافی هایی که رونین رو پشتیبانی میکنه تحت شبکه خود رون اونجا رونمون رو بفروشیم و حالا هر ارزی که میخوایم بی کنیم یا حالا تتر که بهتون پیشنهاد نمیکنم چون تترم ممکنه فریز بشه بی کنیم بزنیم به متا از متامسکمون بزنیم به صرافی ایرانی و به ریال تبدیلش کنیم این کاری که خود من میکنم یعنی مستقیما هیچ وقت حتی بی رو از صرافی خارجی نمیزنم به صرافی ایرانی یعنی یه دوری میچرخونم غذا رو دور سرم که سیفتیش بره بالاتر شما هم این کارو کنید وقت مستقیما نزنید تترم به چون عنوان نزنیم چون امکان فریز شدنش هست دیگه و باید تمامی جوانه رو در نظر بگیریم خب بریم توی صرافی کنگه اینجا اگه رونو بزنید بچه ها لیست تمام صرافی هایی که رونین رو پشتیبانی میکنه به شما نشون میده که اینجا گیتایو کوین اکس. حتی از کوینکس هم میتونه استفاده کنیم ولی اوکی ایکس به نظر من بهتره تو این ویدیو هم سعی میکنم از صرافی اوکی استفاده کنم اوکی دات کام آدرس سایتشون هست میتونید بیاید اینجا یه دونه اکانت درست کنید اکانت ساختن توش هم کاری نداره مثل بقیه صرافی ها هست اینکه چجوری باید کار کنیمم الان بهتون میگم من برم فقط یه کاتانا بهتون نشون بدم اینو که چجوری باید تبدیل کنیم قبلا اینا رو بهتون گفتم ولی به هر حال بذارید یه بار دیگه با هم ببینیم خالی از لطف نیست بچه توی کاتانا که همون قسمت سواپش رو بیاین میتونین ارزایی که دارین رو به هم تبدیل کنین دیگه اینا رو دیگه همه تون بلدین بذارید من رونم هم باز کنم اینجا خب شما مثلا SLP داری اون تعداد SLP که میخوای تبدیل میکنی به رون وقتی رونش کردی خیلی راحت میای کیف پولت رو باز میکنی کیف پول رونینت رو اینجا سند رو میزنی آدرسی که اون صرافی که حالا رون رو پشتیبانی میکنه میذاری اینجا اسات تو میذاری روی رون و کلش رو انتقال میدی به صرافی و اونجا میفروشی رون تو رو. حالا هر چیزی خواستی تبدیلش میکنی و در نهایت میفرستی به صرافی ایرانی و ریال میکنی من اینو یه بار دیگه هم بهتون توضیح دادم که شما کامل متوجه شین حالا بریم ببینیم چه جوری میشه من از OKX.com استفاده میکنم بهتون گفتم دپوزیتو میزنید بالا رو ازت. خب میگه که اون کوینت رو انتخاب کن من میذارم اینجا رون رونین رو داره دقت میکنم که ببینم شبکه‌ای که به من میگه چیه خودش گفته رونین هست یعنی شما هر کاری میکنی باید تحت شبکه رونین باشه میگم اوکی منم دنبال همینم مثلا خب اینم اوکی میکنم به من یه آدرس میده آدرسش هم همونطور که میبینید رونین داره و خیلی راحت شما این آدرس رو کپی میکنین من صبحی حالا یه مقدار انتقال داده بودم ولی الان برای این ویدیو یه مقدار بیشتر میزنم که شما هم ببینین خب بریم داخل کیف پول رونینمون حالا من چقدر اینجا دارم مثلا سه تا رون دارم یه دونه شما مثلا میزنم بره به این صرافی خب اینجا میزنم رون مقدارش هم میزنم یه دونه آدرسش هم یه بار چک میکنیم ببینیم درست یا تهش سی بیه بذار من یه بار این آدرس چک کنم که اشتباه نشه هم. خب اینو من یه بار دیگه کپی میکنم موزیلا کجاست موزیلا رو باز میکنم تو سند این آدرس که اینه اینم رونینه مقداری هم که میخوام یه دونه است نکست رو میزنم کانفرمش میکنم و این میره برای سند کردن و مقدار رونی که ما میخوایم پس SLP هاتون رو میکنید رون و رون رو از طریق هم کیف پول رونینتون منتقل میکنید به صرافی OKX یا هر صرافی دیگه ای که از رون پشتیبانی میکنه کوینکس هم میتونیم بریم بچا ولی راجب کوینکس یه سری حالا خبرای بد اومده و مثلا یه سری میگن اکانتمون یهو دیسیبل شده یا پولمون یهو ناپدید شده توش بهتره که از OKX استفاده کنیم یه ذره حالا اعتبار OKX نسبت به چیز کوینکس به مراتب بیشتر و همطور که میبینین اینجا ایمیلش هم برای من اومد که آقا شما این مقدار دپازیت کردی این پایین هیستوری هم بزنید به شما نشون میده که چقدر برای شما پول اومده بزنید من دوباره برگردم اینجا اوکی خب میگه که مقدار یه دونه رون به حساب شما واریس شده بچه برای اینکه حالا از این رونتون استفاده کنین باید اولا این مقدار رونی که اومده رو ببرید تو حساب تریدتون یعنی شما یه حساب ترید دارید یه حساب معمولی اینجا فاندینگ اکانت دارین که اگه بخواین این رو بردارید باید بگید که من میخوام مثلا اینجا رونم رو ترانسفر کنم ببرم توی اون حسابی که باش ترید میکنم که خب اینجا میگم اون امانتش یه دونه هست ببر توی اکانتی که ترید میخوام بکنم باش تا بتونم بفروشمش دیگه ما میخوام بفروشم خب بعدش میره تو قسمت ترید بیسیک تریدینگ رو میزنید دیگه اینجاشو همه تون بلدین دیگه دیگه قطعا همه توی صرفی یه بار ترید کردین اینجا رونو تایپ میکنید رون یوستیتی میاد براتون خب روش میزنید اینجا میگید که من میخوام ماکسیمومش رو بفروشم که یک کنیم هست و مثلا حالا رو قیمتی که اینجا هستش میخوام اینو بفروشم فروشنده خریدار من میگم اوکی رو همین قیمت برام بفروش کانفیرم میکنید و اوردرتون اینجا انجام میشه که خیلی سریع هم شد و شما فروخت خب الان شما پس این مقدار باید USDT توی حسابتون داشته باشید خب الان من اینقدر یو دارم میتونم این رو برم باش حالا بی یو بخرم یا هر چیزی و بیام ویدرا کنم خب بچا برای ویدرا می توی اسد قسمت ویدرا رو میزنید یه چیزی که باید اینجا دقت کنید این صرافی از شبکه بی ام بی تا جایی که من فهمیدم پشتیبانی نمیکنه میتونید تمام یو رو انتخاب کنید به حالا یه کیف پول دیگه بفرستین اونجا بی ام بیش کوین بفرستین یا مستقیما بزنید و صرافی ایرانی منتها میگم اگه سرافی صرافی ایرانی مستقیما میزنید خب یه ریسک فریز شدن داره من نیدم تا الان کسی بگه فریز شده پولم ولی به هر حال ریسک هم دارید میتونید می بزنید به یه کیف پولی که حالا غیر متمرکز باشه اونجا بکنیدش بی ام بی یا حالا ببریدش یه جور توی صرافی دیگه مثلا اونجا باش بی ام بی بگیرید بعد بزنید دوباره به کیف پولتون یا از همونجا مستقیم بزنید به صرافی ایران این کار هم انجام خب امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید بچه ها نگران نباشید پس از روش قدیمی نرید جلو متاماس اصلا نرید سراغ چون فی فضایی باید بدین مستقیما به صرافی ایرانی نزنید اسل و فردا میتونم بهتون بگن که آقا اصلا چیزی نیومده یا پول شما اصلا بلوکه شده یا اصلا پول نرسیده هر چیزی میتونم بهتون بگن شما دستتون به بند نیست پس حتما از این روش استفاده کنید بچه‌ها و یادتون باشه حتما حتما وی پی ام بزنید وی پی ام آی پی ثابت نیاز نیست ولی اگه از یه کشوری مثل آلمان مثلا واس میشین همیشه از آلمان بهش واس نرید مثلا هر سری از یه کشور واس به این سایت و اوکی ایکس خب اینجوری شک میکنه هر سایت صرافی دیگه هم باشه به شما شک میکنه پس وی پی ان حتما استفاده کنین روی گوشی هم میتونین اپش رو بریزید هیچ مشکلی نداره با گوشی هم میتونین کار رو انجام بدین امیدوارم ویدیو براتون مفید باشه تا ویدیو بعدی پیس آوت